امروز در جامعه بامداد خوش یک فیلم تازه از یک سینماگر کارگردان خیلی ها موفق ما را معرفی میکنیم. مهمانانه که دعوت کرده ایم بچه فیلم ما دیگه مسعود آشمی و نصیر احمد ناصری سینماگرهای خیلی ها موفق ما هستند که در رابطه با فیلم هدف سیاه صحبت میکنند. قبل از اینکه با مهمانان ما صحبت ها را آغاز کنیم بریم تصاویر میبینیم از جریان فیلم دیدنی و در ادامه بامداد خوش ما مهمانان ما هستیم. نمیتونم که خون مردم رو بگمارم بزیم باشا بله بکه باقی شما رو بازم یک گپا خوب در گوشن چرک سراخ کتی داخل کن بسیار کساست که دارمان خدمت به وطن زیر خاک شدن خیدم ای بامداد خوش صبح بخیر خوش آمدیم به بامداد خوش مثل جان صبح بخیر سلام خدمت شما خدمت بیننده های عزیز تلویزیون مردمی طلوع تشکر ازی که ما رو در برنامه دعوت کردیم صبح شما بخیر سلامت باشید سلام با شما و تلویزیون تلو خصوصا برنامه بامداد خوش تقدیم میکنم کی به یک بد ماش هم یادم داره تکالیزی که در فیلم نقش منفی مرکزی و فعلا هم با بود تیپ آمدین در بامداد خوش نه خیلی من در می فیلم هدف سیاه که در مسئله جان هاشمی چون کارگردانش خود از اینجا بودم تو یک استایل تو یک چیز ندارم چون یک حالت طبیعی مثل مردم های که در طرف اطراف زندگی میکنن و یک چیره را دارم هاشمی صاحب هدف سیاه محوره که هدف سیاه روی زمین شرخه چیست و فیلم در کجا تصویر برداری کردین چقدر مدت در بر گرفت چند سرش خرج کردین و فیلم در کجا به نمایش گذاشته شد تشکر از سوال شما تقریبا مدت یک سال کار تصویرگیری ازی گرفت که نویسنده فیلم آقای قیوم رسولی است که بعدا تشکیل دیالوگ بندی و سکریپت سناریو از را خودم آماده کردم فیلم در مجموع در کابل تصویرگیری شده زندگی نامه یک پلیس قهرمان است که به خاطر آرام زیستن و آرام خوابیدن ما جان شیرین خود از دست میده در مجموع در لابلای فیلم بسیار پیام‌های مثبت و مثمر به خاطر همبسته ساختن مردم به خاطر نزدیک ساختن دولت با مردم که شما شاهد هستین در این مقطع اساس سیاسی فاصله بین دولت و مردم ایجاد شده این فیلم میتونه بسیار تاثیرگذار باشه به خاطر نزدیک ساختن مردم به دولت دولت به مردم و مورال دادن به قوای مسلح افغانستان که در واقع بر هر فرد از قوای مسلح میتونه این فیلم یا گلگوی باشه که با دیدن از او بسیار زیاد مورال بگیره و همزمان با این فیلم در محفل افتتاحیش هم گفتم که خواستم که از دولت تقاضا کنم که وقتی فیلم افتتاح میشه همو روز به نام روز قوای مسلح در افغانستان نامگذاری کنن به خاطر که هر شهروند وقتی یک سرباز میبینه برش بگه روزت مبارک تا او حس کنه که ما در یک جامعه مدنی زندگی میکنم و جامعه است که برای موجودیت ما ارزش میده تا اونا مورال بگیرن سوزه تشکر ناصری سیب با چند فیلم شما سر و کار داشتین در چند فیلم نقش بازی کردین و تجربه چندامتان در فیلم هدف سیاه بود ما بیش از 10 فیلم کار کردیم در 10 فیلم کار کردیم نقش منفی مرکزی رو بازی کردیم چون فیلم در افغانستان و غیر افغانستان بوده فیلم اولین بارم که در 2008 بود که به نام محبت یک فیلم بود که در هجان افغان کار کردیم آلمان افغانستان بود تقریبا یک 70% در افغانستان بود 30% در آلمان بود و فیلم دیگه به نام دوستی بوده که او رو همچنان آلند افغانستان بود که 30% در هلند بود و 70% در افغانستان
فیلم دیگه که به نام خونه دل بوده که مسکو افغانستان بود که تقریبا 10% در مسکو بود 90% دیگه در افغانستان بود و فیلم دیگه که در فضل جان حکیمی به نام خانه بدوش کار کرده بودم که هم تقریبا 30% در لندن بود و 70% در کابل بود. خلاصه دیگه چند سال در شوتنگاتو مصروف بودم که تمام دنیا را گاهی در افغانستان گاهی در کشورهای خارجی. جالب است آشی میسه فیلم به نمایش گذاشته در کجا مردم دیدن ما در کجا ببینیم در سینما به نمایش است یا سی دی هایش ما از بازار بخریم؟ فیلم در کابل افتتاح شد به همکاری وزیر اطلاعات فرهنگ تشکری میکنم ازشان به زودی بخیر در سینمای شهر به نمایش میره بعد از او سینماگرای افغان در جرمنی امروشان در تماس هستیم که یک بار فیلم بخیر دهوش افتتاح کنیم بعد از او بخیر سی دی و دی وی دیش ریلیز خواد شد بعد از رس دوستا قرار خواد گرفت حالا موضوع سی دی ها مطرح است که باید سی دی فیلم ها را هموطنان ما بخرن ببینن تا برای شما هم یک منبع عایداتی باشه درآمد داشته باشین از این فیلم چی باید کرد تا مردم زیادتر با فیلم های افغانی علاقمندی خود زیاد بسازن؟ بسیار راه ها وجود داره به طور مثال ما اکثریت سینما ها را ببینیم که فیلم های را نمایش میدن در جامعه ما و شما که اصلا هیچ کدام نزدیکی با فرهنگ مثلا ما و شما نفر فرهنگ چی میگن؟ یک فیلم های پشاوری را که میبینیم بسیار صنایع آزاد داره مدیده ایمون فیلم ها را نیه که در سینمای افغانستان در کابل مثلا یک فیلم ها را به نمایش میگذارن که پوستر های هایش میباشه چرا فیلم های افغانی را زیادتر با وزارت اطلاعات فرهنگ شما تماس گرفته این که راهی را پیدا کنین که زیادتر مردم علاقمند این فیلم ها شود؟ وقتی با وزارت محترم اطلاعات فرهنگ در تماس شوین برشان بخواین که ازشان کمک بگیرین یکانا مسئله را کنا معیار قرار دادنی است که اگر ما 100 افغانی را معیار قرار بدیم دولت برای ما 1/16 پولی بودجه تعیین کرده با شنیدنی گپ اصلا آدم تعجب میکنه که بالاخره دیگه از اینا ما چی تقاضا کنیم اونا میگن دست ما خالیست خب وقتی دستتان خالیست حداقل شما اقدامات کرده میتونید شما به خاطر فراهم ساختن زمینه به خاطر رشد سینماگرا بسیار زمینا را میتونید مساعد بسازین که متاسفانه همکاری نمیشه اما امی یک تعداد کمپانیای شخصی سینماگرا است که میان جان میکنن تا امی نام سینما در افغانستان خاک نشه مثل که یک قوغ زغال پف کده بری خب کسی که پف میکنه آخر فیلم درآمد هم داشتین انتظار زیر دارین در فیلم چند مصرف داریم؟ فیلم تقریبا 30 لک افغانی در او مصرف شده به شمول تیم خارجی که امرای ما در این فیلم از دوستای هندوستانی ما بود همکار بودن امرای ما کار کردن و ما متعقن هستم که انشاءالا دوباره او به دست خواهد آمد 30 لک پیدا کرده میتونیم گپ کلان شده همی یک تغییر از بخیر بله بله ولی در افغانستان میشه بخیر به خاطر راههایی که ما سنجیدیم شیوه ریلیزی فیلم که با چی شیوه باید ریلیز شود اگر یک فیلم 30 لک مصرف کنیم و دوباره 30 لک در افغانستان از او پس درآمد داشته باشیم باز یک دستاورد است یک موفقیت است برخورد مردم چطور است همراهتان در بیرون؟ برخورد ما تا فعلا در بیرون خوبتر از با یکان دفعه یکان قصه جالب جالب برابر میشه مثل کل یک فیلمه که خانه بدوش بود که در فضل جان حکیمی که در تالار شاهنامه و افتتاح کرده یک کسی بسیار شاد در پولی مستاد بود صحنه که ما همی قسمی بود که دخترم هم میگرفتم مثل لیلی و مجنون هوره از هم یکی دیگه جدا میساختم یک آدم بسیار غضب بود تو دو دشنام چیزی میزد که به اندازم فضل جان در پولیم استاد بود گفت که خفه نشیم افتم نه من خفه نمیشم تو گفت که یادم بالاخره چی میگه ای سانه شد که من بیرو برمادم سایل دار سنیم هم رفتم پیشی گفتم بیادر گفت گفتم تو خود ما در پولیت استاد بودم برای من ایچیز نماندی نه فامیل ماندی نه خانواده ماندی نه چیزی گفت راسیده من هان قفرم رفته بودم دیگه هست و قسم بعض کسا ولی در کل اگر متوجه باشیم زیاد خوب شده خب وقت خبرهای ساعت 8 رسیده جهان سپاس از هاشمی سیف و از آقای ناصری که آمدین به برنامه بامداد خوش انشاءالله که فیلم ما هم خواد دیدیم اگر سی دیش تا 1000 افغانی هم بود بنده یقیر و فقیر میخرم تا بتانیم که و از دیگران خواهش میکنم که فیلم های افغانی رو بخرین تا سینمای افغانستان رشد کنه سینمای گرای افغانستان رشد کنه تا چی وقت ما دیگه سلمان خان و شاهرخ خان پشت بگیریم اینا داریم از خود مسعود هاشمی داریم تشکر وقفه و خبرهای ساعت 8